سلام، به خبر ده خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین عناوین خبری. خواست ها برای برگزاری گفتمان ملی، اما امارت درباره برگزاری این گفتمان چیزی نمیگوید. امارت اسلامی میخواهد که سرفراز در خاک زندگی کنه و حاکمیتش باشه و بالاخره در قلوب مردم جای داشته باشه، زمینه گفتمان ملی را مساعد بسازه. امارت اسلامی در صدد ازی هست که کسایی که ملاحظات دارند از سوی کمیسیون تماس کشور برگردند. دور ماندن بخش از کودکان از آموزش، این موضوع درست برابر با روز جهانی کودک مطرح می شود. هر وقت که کار میکنم و مادر میتونم که به مانان رفته ما را کمک کنه که دیگه در سرکار نگردم که درسم خلاص شد. ما تلاش از داریم که برشان سنفای درسی جدا بنا و یا برنامه های آموزشی در برشان زمینش فراهم بسازیم. نگران یونسف از اثرهای بد آب و هوا در افغانستان نهاد میگه چالش‌های ناشی از بحران اقلیمی اثرهای فاجعه بار به شهروندان افغانستان ایجاد کرده است. ما بیادرم کار میکنیم دیگه، مکتب میرم نصف روز، دست میدم نصف روز دیگه، در اینجا کار میکنم. جامعه جهانی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور ما در توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی همکاری نموده. و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در قزاقستان. من نثار نبیل هستم. امارت اسلامی در پیوند با راه اندازی گفتمان ملی میگوید که اکنون جزایر قدرت از میان برداشته شدند و مسئولان حکومت سرپرست هر روز با چهره های مختلف سیاسی گفتگو میکنند. معاون سخنگوی امارت اسلامی درباره برگزاری این گفتمان چیزی نمیگوید، اما شمار از چهره های سیاسی گفتمان ملی را در کشور یک نیاز میدانند و آن را برای آسایش افغانستان مهم میگویند. شماری از چهره های سیاسی میگویند که برای از میان برداشتن مشکلات کشور گفتمان ملی نیاز است و برگزاری آن راه را برای رفاه و آسایش کشور باز خواهد کرد. امارت اسلامی میخواهد که سرفراز در خاک زندگی کنه و حاکمیتش باشه و بالاخره در قلوب مردم جای داشته باشه، زمینه گفتمان ملی را مساعد بسازه تا ملت افغانستان مطمئن شوند که امو حالتی را که در جمهوریت روان بتون نیست. دنیا فعلا بالای صلح تاکید داره، یعنی بالای مذاکرات تاکید داره. یک اجماع بسیار خوب در ایجاد شده، یک فرصت بسیار مناسب ایجاد شده که بسیار سالها پیش ایجاد نشده بود. راه اندازی گفتمان ملی، گفتشنو، تبادل افکار، تبادل نظر و رسیدن به توافق نظر برای حل مشکلات افغانستان یک نیاز مبرم و اساسی هست. سخنگوی امارت اسلامی در پیوند به گفتمان ملی پاسخ روشن نمی‌دهد، اما تاکید دارد که مسئولان امارت اسلامی با چهره‌های مختلف هر روز دیدار و گفتگو می‌کنند. بعد از آمدن امارت اسلامی یک نظام مستحکم مرکزی به وجود آمده و هیچ نوع جزیره قومی و سمتی و مذهبی در کشور وجود ندارد و امارت اسلامی در صدد ازی هست که کسایی که ملاحظات دارند از سوی کمیسیون تماس به کشور برگردند. گفتگوهای میان افغانان یکی از چهار مورد توافقنامه دوحه میان امارت اسلامی و ایالات متحده آمریکا بوده است، اما روشن نیست این گفتگوها برگزار خواهد شد یا خیر. 20 نوامبر برابر است با روز جهانی کودک. شمار از کودکان کارگر در جاده های پایتخت از امارت اسلامی میخواهند تا زمینه آموزش را برای آنان فراهم و مشکلات آنان رسیدگی کنند. همزمان با این دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که کودکان بزرگترین امید است و برای آینده بهتر آنان تلاش صورت گیرد. فاطمه در کنار آموزش برای پیدا کردن نان در جاده های پایتخت ماسک می فروشد. این کودک 8 ساله می گوید که پدر و برادر ندارد و همراه با خواهرانش مسئولیت خانواده ایشان را به عهده دارد. پایتخت کار میکنم با مادر میتونم، اما وقتی کار میکنم با مادر میتونم که بر ما نان رفته. شماری از کودکان در افغانستان به علت فقر و بیکاری از آموزش دور ماندند. این کودکان از امارت اسلامی میخواهند که زمینه آموزش را با آنان فراهم سازد. ما را کمک کنند که دیگر سرکار نگردم که
درسم خلاص شد. میخوایم که کاروبار میت نیست، وضعیت اقتصادی ما خوب نیست، از میگر ما یه مکتب الا دادیم، باید مکتب ما بخونیم. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که برای فراهم ساختن زمینه آموزش برای کودکان کارگر با نهادهای داخلی و بیرونی گفتگو کرده است. تفاهم نمایی را عقد کردن، با همکاری از اونا ما تلاش زیر داریم که برشان صنف‌های درسی جداگانه و یا برنامه‌های آموزشی را برشان زمینه‌ش فراهم بسازیم. همکنون بسیاری کودکان در افغانستان سرگرم کارهای شاق هستند و به علت فقر و بیکاری از آموزش و پرورش دور ماندن و به بنیادی ترین حقوقشان دسترسی ندارند. شمار از باشندگان کشور از افزایش بهای شناسنامه برقی شکایت دارند. شمار از درخواست کنندگان شناسنامه برقی از مسئولان اداره ملی احصایه و معلومات میخواهند که بهای شناسنامه برقی را مانند گذشته کاهش بدهند. از طرف اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که 1,700,000 شناسنامه برقی چاپ شدند و به کابل رسیدند. این نهاد میافزاید که بیش از 1,000,000 شناسنامه برقی باقی مانده در آینده نزدیک به کشور خواهد رسید. شماری از درخواست کنندگان شناسنامه های برقی از افزایش بهای شناسنامه انتقاد می کنند. آنان می گویند که پیش از این بهای هر شناسنامه 100 افغانی بود، اما از چند به این سو به 300 افغانی افزایش یافته است. مخ که در تذکیرو قیمتون 100 افغانی و از 300 افغانی شویدی. می خواهیم تذکیره بگیرم، سابق ارزان بود، حال قیمت شده. در همین حال باشندگان کابل از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی در کشور استقبال می‌کنند. همی یک هفته میشه که چاپخانه شروع شده، در ظرف وقتی که ثبت نام شد همی امروز مثلا تذکری بایومتریکشان هم خلاص میشه، فقط یک هفته بعد تذکریشان هم میاد. اینجا دهات غرفه وجود داره که هر نفر که مثلا اینجا میای ثبت نام میکنه براشون 15 نفر 10 نفر میان. مسئولان اداره ملی احصایه و معلومات میگویند که 3 میلیون شناسنامه برقی از سوی یک شرکت خصوصی کوریایی چاپ شده اند. چه موده وران دیده سای معلومات ملی اداره دی یو خصوصی کوریایی شرکت سره دلیبشون که تذکیرو دی پولی کاربونیت کارتون و پتراو یو حکرالی کلاس لیک کرد چی پاساس پایی دیده سای معلومات ملی اداره ده تذکیره ورکول کی دمده و پولی کاربونیت کارتون و لمره جاپا نلت مختر رسیدلی ده. به گفته آقای رافی، این نهاد برای نخستین بار برای 571 تن از باشندگان ولسوالی واخان بدخشان شناسنامه کاغذی توزیع کرده اند. در بدخشان، در واخان، ولسوالی، در پامیر، لر پراتی سیمیت از مو در الیکشون که تذکیری و یو تیم تلالای و چل تای تذکیری توزیع کردی و شاخو 500 و یک اسان تای تذکیری ور کردی و. بر بنیاد اطلاعات اداره ملی احصایه و معلومات روزانه برای بیش از 10,000 تن در کشور شناسنامه برقی توزیع می شود و تا کنون برای بیش از 8.5 میلیون تن در کشور شناسنامه برقی توزیع شده است. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد با یا یونیسف میگوید که این نهاد در سال 2022 میلادی 2 میلیارد دلار به افغانستان درخواست کرده است، اما تا اکنون تمویل کنندگان 46% آن را پرداخت کردند. این نهاد در گزارش تازه‌اش گفته است که چالش های ناشی از بحران اقلیمی اثرهای فاجعه بار به شهروندان افغانستان ایجاد کرده است. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید که برای حل چالش های اقتصادی نیاز است تا به زیرساخت ها توجه شود. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش از وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان کشور نگرانی کرده است. یونیسف میگوید که 24.4 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند و این نهاد 2 میلیارد دلار برای فراهمسازی کمک‌ها در سال 2022 میلادی درخواست کرده بود، اما تا اکنون 46% این مقدار پول از سوی تمویل کنندگان فراهم شده است. ما بیادرم کار میکنیم دیگه، مکتب میرم نصف روز درس میدم نصف روز دیگه دمیجی کار میکنم. میرم اینجا پیپسی جمع میکنم میبرم در خانه نان میبرم. در همین حال مسئولان کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کردند. این کمیته گفته است که مردم افغانستان خستن و به گونه بی‌رحمانه با کمبود مواد غذایی، بیماری و فقر قرار دارند. مواد سوخت ندارم، دیگه مواد خوراکه ندارم، این چیز کل چیز به اوج رسیده، بالا رفته. یک نفر کارگر هستم، 3 تا طفل دارم، از هم دختر است که کلانش 8 سال است، خردش 7 ماه است. تابال قسم میخوام که یه من نه زغال خریدم. از سوی هم وزارت اقتصاد میگوید که برای بهبودی وضعیت اقتصادی نیاز به توسعه زیرساخت ها است تا زمینه اشتغال زایی برای شهروندان کشور فراهم شود.
ایجاب می نماید تا جامعه جهانی برای تخفیف بنی اقتصادی کشور ما در توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی همکاری نموده تا سبب بهبود وضعیت اشتغال، آموزش، صحت، کاهش فقر و رفاه اجتماعی گردد. پیش از این کمیته بین المللی نجات گفته است که بیش از 23 میلیون جمعیت افغانستان با نبود مسئولیت غذایی شدید روبرو اند. شماره از دانش آموزان در کابل از نبود ساختمان و کمبود آموزگار شکایت دارند. این دانش آموزان میگویند که در سرما در فضای باز آموزش میبینند و محل مناسب برای فراگیری آموزش ندارند. شماره از آموزگاران انتقاد میکنند که پیش از این دانش آموزان در دکانهای کرایه آموزش میدیدند و اکنون به علت سردی هوا در فضای باز سرگرم آموزش هستند. این دانش آموزان در ولسوالی خاک جبار در فضای باز درس می‌خوانند. شمار از این دانش آموزان می‌گویند که سردی هوا ادامه آموزش را برایشان دشوار ساخته است و محل مناسب برای آموزش ندارند. سی بارانی دلتناس دو نمره جایل رو من غوارو چه من تعمیر جور سی. کالت دکان یخو انگر آوت از مکه خشته ده و منگه خسته تعمیر غوارو درس نزده که ده یخ هوا ده رول مریضان کی که دلتا. اشتیاق یکی از این دانش آموزان است که به علت فراگیری آموزش و با امکانات اندک در فضای باز و سرد آموزش می‌بیند. غواړو چې اندل پر خدمات وکړو نور هغه نور مې چې هغه کې نستلو ځای نسته ده په نمره کې ناست یو خالی نمره دی. شماره از آموزگاران این مکتب میگویند که تاکنون وزارت معارف بر تامین نیازهای بنیادی دانش آموزان به شمول ساختمان توجه نکرده است. اعتبار په موسسه هم نسته کراتلون کې که چیرې دا قرارداد لغوه کړي نو بیا به دا مکتب به سرنوشت پاتې او دوه تنه استادان ته پاتې. موږ خو دلته تقریبا سوال له شعبې لرو او 1500 او 8 شاګردان لرو چې هغې نه 300 او دوه تنه اوناستي او 286 تنه ذکور دي. با تلاش های زیاد نتوانستیم دیدگاه مسئولان وزارت معارف را در این زمینه داشته باشیم. پیش از رسیدن فصل سرما، این دانش آموزان در دکانهای کرایی آموزش می دیدند و کرایه دکانها نیز به دوش دانش آموزان بود. پاکستان افغانستان را در بخش افزایش ظرفیت‌های پزشکان کمک می‌کند. نماینده پاکستان در امور افغانستان می‌گوید که تفاهم‌نامه‌ای را با سرپرست وزارت صحت عامه امارات اسلامی امضا کرده است که بر بنیاد آن دانشکده‌های پزشکی در افغانستان ایجاد خواهد شد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که تفاهم‌نامه‌ای را با سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان امضا کرده است که بر بنیاد آن اسلام آباد در بخش بهداشتی کابل را همکاری خواهد کرد و شفاخانه علی جناح را در کابل و دو شفاخانه دیگر را در جلال آباد و لوگر پشتیبانی مالی خواهد کرد. در همین حال سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که مقام‌های پاکستانی درباره افزایش ظرفیت پزشکان افغانستان را همکاری خواهد کرد. په دغه تفاهم سره به موږ وکولی شو په افغانستان کې د اف سی پی اس او ام سی پی اس ډیګریانې افغان ډاکټرانو دلته په افغانستان کې برابرې کړو. دا په انټرنیشنل لیول باندې ډیګریانې دي چې پوسټ ګریجویټ ټرینینګونه دي، یعنی تخصصي لیول باندې ټرینینګونه دي. از سوی دیگر پزشکان شفاخانه محمد علی جناح از غیر فعال بودن برخی از ابزارهای پزشکی در این شفاخانه انتقاد دارند. شفاخانه فلحال چې دی ډېر زیاتو کمبوداتو سره مخامخ ده، مثلا ادویه شوه، ملزمه شوه، غذا شوه او غټ مشکلات چې مطلب د اوبو دي چې اوبه شفاخانه کې نه مطلب ډېر څه نشته دی. تقریبا حدود دو نیم سال شده که از افتتاح شفاخانه تیر میشه، اما بدبختانه به صورت کلی طال شفاخانه از تمام وسایلش ما استفاده کرده نمیتانیم. پاکستان شفاخانه محمد علی جناح در کابل، مرکز گرده نیشتر در جلال آباد و امان الله لوگری در ولایت لوگر را ایجاد کرده است و همکنون فعالیت دارند. مامور اقتصادی ریاست وزرا در ششمین نمایشگاه بین‌المللی چین میگوید که امارات اسلامی هرگز به کسی اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای منطقه و جهان بسازد. مولا عبدالغنی برادر در سخنرانی از راهی دور می‌افزاید که نسبت به هر زمان دیگر امنیت کامل در افغانستان تامین است. این مقام امارات اسلامی به این باور است که افغانستان برای ترانزیت، سرمایه‌گذاری و تجارت کشور مسئول است. ادامه خبرها پس از میان برنامه.
معینیت مبارزه با مواد مخدر ادعای افزایش روز افزون کشت و تولید کوکنار را از سایه برد جهانی کنترل مواد مخدر در افغانستان رد می کند. این معینیت می گوید که پس از این کشاورزانی که در افغانستان کوکنار کشت کنند به دادگاه معرفی خواهند شد. برد جهانی کنترل مواد مخدر در خبرنامه از افزایش کشت کوکنار در افغانستان نگرانی کرده است و از جامعه جهانی خواهان معرفی کشت بدیل و کمک برای درمان معتادان به ویژه بانوان در کشور شده است. معینیت مبارزه با مواد مخدر گزارش هیئت جهانی کنترل مواد مخدر را درباره نگرانیش از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان رد می کند و می افزاید که این نهاد تا کنون 2300 عملیات را برای ویرانسازی کشتزارهای کوکنار انجام داده است. دغه راپور مو په مطلق ډول باندې رده و او د بیا اساس راپور دی ځکه چې د هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیرالمؤمنین حفظه الله خان د نشه یي توکو د کښت په اړه باندې فرمان صادر شوی د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په دې برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري. در 135مین نشست هیئت جهانی کنترل مواد مخدر این هیئت درباره افغانستان در خبرنامه‌ای از جامعه جهانی خواهان کمک به افغانستان شده است تا بیشتر از این شمار معتادان مواد مخدر در این کشور افزایش نیابند. اول خود اسینه ده بخښوی چې دوی کشت وکړي بیا هم کچیرته دوی کشت سره کې په مرکز ولایت کې زموږ د پرسونل او زموږ د کشپی اداراتو لخوا د دوی مزارې له منځه وړل کې او دوی نیول کی او شرعی محکمو ته سپارل کی. در همین حال شماری از کشاورزان در ولایت ارزگان میگویند که 80% باشندگان این ولایت کوکنار کشت میکنند. تقریبا په سل کې 80% د ارزگان ولست ارزگان بزګران تریاک کری ولی دا تریاک شدی دا تقریبا د شلو نه د جیش کالو را په دی خوا دی کچری دولت دغه تریاکو پر ځای یو بل داسې بدیل کشت یا یو بدیل لاره مرته راوشي نو ډیر بشي. اما شماری از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که یکی از راه های پیشگیری در شرایط کنونی معرفی کشت بدیل همچون هنگ و زعفران به کشاورزان است. د افغانستان په اقتصاد یا د افغانستان د اقتصاد په لوړوالي کې هیڅ رول هم نه درلود او له دغه کوکنارو نه ټولې ګټې بین المللي مافیا واخیستلې. اوسنی بدیل امارت اسلامي کولی سي چې د کوکنارو پر ځای هم له هنګې نه کار واخلي او دغه رش د هنګې په افغانستان کې دا کېدی سي چې د کوکنارو ځای ونیسي. معینیت مبارزه با مواد مخدر میگوید که از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی این نهاد تاکنون نزدیک به 2500 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. رفت و برگشت کوتاه. وزارت تحصیلات عالی روند جذب عالمان دین را در دانشگاه های کشور آغاز کرده است. قرار است این عالمان دین مضمون های دینی را در دانشگاه های کشور تدریس کنند. به گفته مسئولان وزارت تحصیلات عالی، عالمان دین پس از سپری کردن آزمون در دانشگاه ها جذب خواهند شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی اینجا در این گرد همایی در مزار شریف از آغاز استخدام عالمان دین در دانشگاه های کشور خبر می دهد. با گفته ای او این عالمان دین مضمون های دینی را تدریس خواهند کرد. ما در پوهنتون یک مضمون به نام ثقافت اسلامی یک رشته داریم، به نام شریعت رشته داریم. در همین رشته ها شما علمای کرام امرای ما خدمت بکنین. باید در علمای کرام کوشش بکنید که در طول ولست در طول ملت اذهان به شریعت بندی برابر که. شماره از عالمان دین در این گرد همایی خواهان افزایش مضمون های دینی در دانشگاه های کشور هستند. در تزکیه اخلاقی و ایمانی همه اقشار ما، دکترای ما، انجینرای ما و تمام قشر ما در این قسمت علما هست که میتوانند نگاه را بکنند. علما برند دیگه تمام اقشار جامعه را، تمام جوان ها را زیر پوشش دیگه سطح در تعلیم خود قرار بدن. عالمان دین مضامین دینی را در سطح دانشگاه ها تدریس بکنند، واضح است که مشکل وجود ندارد. اما اگر قرار باشد که واحدهای درسی مضامین دینی در سطح دانشکده ها و یا رشته های تخصصی و مسلکی افزایش پیدا بکنند، در این صورت ما از اصل تخصصی شدن و مسلکی شدن دور میشیم. سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید عالمان دین پس از سپری کردن آزمون جذب دانشگاه ها خواهند شد.
با تعلیق در آمدن فعالیت های یک کارخانه تولید روغن و صابون در ننگرهار نزدیک به 20,000 تن که به گونه مستقیم و غیر مستقیم با این کارخانه کار می کردند، این اشخاص بیکار شدند. مسئولان این کارخانه می گویند که نبود مواد خام و فعال نبودن سیستم های بانکی از چالش های کلیدی در برابر فعالیت کارخانه های تولیدی هستند. خبرهای جهان پس از وقفه. قزاقستان انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار کرد. بر اساس آمارهای کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، نزدیک به 12 میلیون شهروند کشور در این انتخابات شرکت کردند. 6 نامزد از جمله 2 زن و رئیس جمهوری کنونی قزاقستان در این انتخابات برای تصاحب مقام ریاست جمهوری برای 7 سال آینده با یکدیگر رقابت می کنند. شهروندان قزاقستان از بهر شرکت در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات ساعت 7 صبح یکشنبه آغاز شد و تا ساعت 8 شام به وقت محلی ادامه یافت. 6 نامزد از جمله 2 زن و رئیس جمهور فعلی قزاقستان در این انتخابات برای تصاحب مقام ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند. امروز یک روز بسیار مهم و تاریخی است. ما به آینده روشن برای کشورمان رأی می‌دهیم. سال جاری برای ما آسان نخواهد بود، اما مردم ما با هم کنار آمدند و بر همه مشکلات غلبه کردند. کارهای زیاد است که باید انجام شوند. اصلاحات سیاسی در حال انجام شدن است. امروز نشانگر این است که دولت ما در طی 7 سال چگونه توسعه بیشتری خواهد یافت. این اساس را می‌سازد. بنابراین بسیار مهم است که هر شهروند به مرکز رأی دهی بیاید. قزاقستان دارای بیش از 19 میلیون جمعیت است که از این میان نزدیک به 12 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در این انتخابات هستند. بیش از 10,000 مرکز رایدهی در داخل قزاقستان و 68 مرکز رایدهی در نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در 53 کشور جهان ایجاد شده بود. پیش بینی می شود نتایج اولیه انتخابات روز دوشنبه و نتایج نهایی اواخر ماه جاری اعلام شود. همیشه امید وجود دارد. من دوست دارم تغییرات را ببینم. این تغییرات سیاسی بسیار مهم است، به خاطر که بحران اقتصادی پس از همگیری کووید 19 و همچنان پیامدهای منفی اقتصادی ناشی از درگیری ها میان اوکراین و روسیه بر اقتصاد کشور تأثیری سو گذاشته است. من می خواهم شاهد تغییرات بهتری در کشورم باشم. گفتنی است که رئیسان ستادهای انتخابات 15 کشور خارجی و 642 نماینده از سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کشورهای ترک، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمانها و نهادهای بین المللی از این انتخابات نظارت کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید که آتش بس کوتاه مدت با روسیه را رد کرده است و افزوده است که روسیه به دنبال مهلت برای تجدید قوا است. در همین حال لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که چین و روسیه به دنبال توسل به زور برای حل اختلافاتشان هستند و حمله روسیه به اوکراین چشمانداز از جهان سرشار از ظلم و آشفتگی است که هیچ یک از ما آرزوی زندگی در آن را نداریم. و رسیدیم با پایان مجموعه خبری 10. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و به امید آینده بهتر.